سلام دوستان، به یوگای الناز یوگا 360 خوش اومدین. من میخوام امروز یه جلسه کوتاهی راجع به حرکت شاواسانا داشته باشیم، حرکت جسد، که در واقع هدفش اینه که ما بتونیم بدن رو به حالت سکون ببریم و بعد بتونیم ذهنمون رو به حالت سکون ببریم. این حرکت خیلی خوبه برای روزهایی که احساس خستگی میکنیم، یا حتی برای اینکه بخواید قبل از خواب انجام بدین، که میتونه خوابتون رو عمیق‌تر بکنه و کیفیتش رو ببره بالاتر. خب حالا اگه آماده هستید بیاید روی متتون و دراز بکشید. خیلی آهسته دراز بکشین، چشمانتون رو ببندین، دست ها رو بذارید کنار بدن و کف دست ها به سمت سقف هستن و شروع کنید به دم و بازدم. با دم در واقع ناحیه شکمی میاد بیرون و با بازدم ناحیه شکمی میره داخل، یعنی ما هوا رو میگیریم و هوا رو میدیم بیرون. و خیلی آهسته حالا بدنتون رو در واقع روی زمین احساس کنید. اجازه بدید تا دقیقا نقطه‌ای که تماس داره بدنتون با زمین رو حس کنید و وزنتون رو، شانه هاتون رو ریلکس کنید، فکتون رو ریلکس کنید، ناحیه بین دو ابرو رو ریلکس کنید و آرام کنید. اجازه بدین تا بدن جای خودش رو پیدا کنه. حالا ما در واقع در مدیتیشن چند دقیقه‌ای رو انجام میدیم و بعد میریم به حالت سکون. تصور کنید که با هر تنفستون یک نور روشنی، نور سفید براقی در واقع از تاج سر وارد بدنتون میشه و این نور تمام این بدن رو پر میکنه و تمام جاهایی رو که بسته شده و انرژی‌های منفی در هر نقطه‌ای که وجود داره شسته میشه و در واقع با این انرژی از کف پای ما خارج میشه، میره به داخل زمین. پس با هر دم ما این انرژی رو میگیریم و با هر بازدم در واقع این انرژی از کف پای ما خارج میشه و میره داخل زمین. آگاه باشید به این دم و بازدم. و در واقع اینجا فرصتیه که ما بتونیم رها کنیم، مخصوصا از لحاظ احساسی و اون چیزهایی که چسبیدیم، بتونیم که تمام استرس، استراب، تنشن، تمام اون چیزهایی که توی نقاط مختلف بدنمون جمع کردیم رو بتونیم رها کنیم و اجازه بدیم تا آرامش تمام بدن ما، سلول‌ها و در واقع تمام شریان‌های بدن ما رو پر کنه. و با این کار ما نه تنها بدن فیزیکیمون رو در واقع درمان میکنیم، بلکه روی بدنهای احساسی و ذهنیمون هم تأثیر میذاریم. دوباره دم و بازدم. به حرکت شکم آگاه باشید با هر دم و بازدم. خیلی آهسته نه الان تصور کنید که به جای یک انرژی سفید، یک انرژی سبز روشن براق وارد سیستمتون میشه، دوباره از تاج سر، و در واقع همین کار رو داره انجام میده. تمام زخمای قدیمی، هر جایی که انرژی گرفته، همه رو داره پاک میکنه و در تمام بدن شما جریان داره و دوباره انرژی کثیف و آلوده از کف پاها به داخل زمین وارد میشه. به این تنفس ادامه بدین و از ایمجینیشن یا تصورتون برای اون نور براق سبز استفاده کنید.
راسته توجهتون رو بیارین به تاج سرتون و سعی کنید که اونجای در واقع منزل کنید، یعنی اونجا بمونید، در واقع انرژی بالای تاج سر ما. و رها کنید. شما میتونید از اینجا به بعد توی شواسانای خودتون بمونید و ادامه بدید هر چقدر که دلتون خواست. فقط یادتون باشه که موقعی که خواستید بلند شید خیلی آهسته به سمت راست یا به سمت چپتون به حالت جنین بچرخید و خیلی آهسته بیایید به حالت نشسته و در واقع از حرکت بیاییم بیرون. انرژی خودتون رو چک کنید بعد از این شاواسانا یا روز بعد. اگر که قبل از خواب انجام دادید باز انرژی خودتون رو و کیفیت خوابتون رو بررسی کنید و اگر دیدید که خوبه، به نظر من این حرکت رو یا این تمرین رو هر شب قبل از خواب انجام بدید. مرسی از اینکه جوین کردین. یادتون نره که ویدیوهای منو سابسکرایب کنید یا با دوستانتون شیر کنید. ممنون. نماسته.